برای گفتگو در همین زمینه میلاد رسایی منش، فعال سیاسی از استکهلم همراه ما هستند. آقای رسایی منش، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته مردم انتظار چنین فسادی رو نداشتن. این در حالیه که میدونیم لیست فسادهای اقتصادی کلان بسیار طولانیه. نظر شما در این باره چیه؟ درود میفرستم به شما و مخاطبین این برنامه. ببینید، این چیزی که به هر صورت تحت عنوان مجلس اسلامی ما میشناسیم و صحبتایی که به اصطلاح نمایندگان مجلس انجام میدن رو به عقیده من باید در چارچوب همون دستگاه پروپاگاندا و اون سیاست گوبلزی که علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی برای تطهیر خودش و برسد دادن یک چهره غلط به جامعه و جهان دارند دید و تفسیر کرد. اینها نمایندگان مردم نیستند، اینها در حقیقت افرادی هستند که اونجا منصوب شدند برای اینکه بتونن اون ویترینی که مد نظر حاکمیت هست رو در حقیقت تامین بکنن. بحث ما نکته‌ای که به نظر من حائز اهمیت هست این هستش که وقتی که به صحبت‌های این فرد که ظاهرا نماینده مردم قرار بوده باشه نگاه می‌کنیم و بحث سوخت و سازی که در فضای سیاسی ایران هست و بحث‌ها و گفتمان‌هایی که در بین مردم رایج هست که شما بخشش رو در قبل از این در صحبت‌های من نشون دادید، نشون دهنده شکاف عظیمی هست که بین حاکمیت و مردم در حقیقت وجود داره و در حقیقت به نظر اکثر جامعه شناسان جامعه‌ای که چنین درش اختلاف وجود داره و اساساً حاکمیت بسیار بیگانه هست با مسائلی که مردم باش دست به گریبان هستند، صحبت‌های از این جنس رو می‌کنه، این جامعه آبستن تغییرات عظیم از جمله انقلابات و حالا تغییرات مهمی خواهد بود. شما فقط به شعارهایی که مردم در این دو دهه گذشته، در این سه دهه گذشته در اعتراضات خودشون دادن در حقیقت نگاه بکنید، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. مرگ بر مفخور گردن کلوف که مقابل مجلس اسلامی داده میشد، عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، پول بازنشسته زیر عباست امروز، و من میتونم یک لیستی از در حقیقت شعارهایی که مردم در اعتراضات خودشون علیه حاکمیت دادن رو که اشاره میکنه به همین بحث اختلاس ها در حقیقت اشاره بکنم. چطور هست که نماینده به اصطلاح مجلس به نوعی شگفت زده شده از این اتفاق و به نوعی میگه که مردم انتظار نداشتند که در حقیقت این اتفاق بیفته. این بحث فساد یک مسئله سیستماتیک هست در جمهوری اسلامی و این حال چطور میشه باش برخورد کرد؟ بعد من میشه تو بخش بعدی صحبت در تو باش صحبت کرد. من خیلی کوتاه در 30 ثانیه واقعا چطور میشه باشون برخورد کرد؟ یک نماینده دیگر مجلس هم حالا از لفظ گردن کلفت ها استفاده کرده و گفته اونا هن که پول مردم رو میخورن و امنیت رو به هم میزنن. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه چرا برخوردی باشون نمیشه؟ برای اینکه به اساس فساد بخش از حکومت جمهوری اسلامی هست. من فقط سریع به راهکار اشاره بکنم با توجه به کم بوده وقت. ببینید، تقریبا هر روز کارگران نفت، معلمان، بازنشستگان دارن اعتراض میکنن. این اعتراضات هستش که در حقیقت میتونه به حکومت فشار بیاره. جامعه مدنی ایران باید خودش رو متشکل بکنه، مبارزات کارگری باید متشکل‌تر و گسترده‌تر باشه، باید مردم به کف خیابون بیان و تبلور همون شعار که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون رو به منصه ظهور بذارن. حکومت جمهوری اسلامی دستگاهاش نمیخوان و نه توان این رو دارن که به این فسادها رسیدگی بکنن. در نتیجه مردم هستن که بعد آستین بالا بزنن و کف خیابون تعیین تکلیف بکنن با این دوستا و اختلاسگران. متشکرم از توضیحاتتون. میلاد رسایی منش، فعال سیاسی از استکهلم همراه ما بودید.